توی آشپزخونه امروز سرکار خانم طلاب میخوام به ما یه سالاد آموزش بدن که مواد اولیه‌اش رو بهمون میگن. در خدمت شما. بله، با اجازه شما. خواهش می‌کنم. کاهو یک عدد، پیازچه چند ساقه، کلم قرمز 100 گرم، نان توست 2 برش، پنیر فتا 100 گرم، نخود فرنگی و ذرت و هویج به میزان لازم، کره 50 گرم، لوبیا قرمز و روغن زیتون هر کدام 1 فنجان، نمک، فلفل و آبیشم به مقدار لازم و زیره. اول کره رو توی مایتابه میندازم تا این آب بشه. میخوام نون توست رو سرخ کنم. به جهت عطری که میده از کره استفاده میکنی؟ بله. این یه مقدار آب که شد، من نون توست رو به شکل مکعب برش زدم، اضافه میکنم به مایتابه، یه مقدار میذارم تا طلایی بشه. کره سریع به خودش میگه که دوستان نگران این موضوع نباشن. نرم میشه، بعد یه حالت خشک پیدا میکنه بعد از سرخ شدن، برش نمیشه در واقع. خب اینجا من برمیگردم. یه دونه کاهو داشتیم، من کاهوها رو میخوام اینطوری تیکه تیکه کنم. حالا من جایی خوندم که کلا مفید، یعنی خواصش رو از دست میده وقتی با چاقو برش میزنی. بله. مثل که یه تفاوت هایی میکنه با زمانی که با دست این کار رو انجام میدیم. بله، شما به این دلته که این کار رو میکنی؟ بله، چون زودتر حالت پلاسیدگی پیدا میکنه و این نوع سالادا رو کلن باید با دست تیکه تیکه کرد. کلم رو اضافه میکنیم. کلم رو من گفتم 100 گرم، ولی نسبت به کاهویی که استفاده میکنید، کاهو حالا کوچیک یا بزرگ باشه، یه مقدار هم بزنید. اگه دیدید لازم بود بازم اضافه کنید، چون بعضی وقتا کاهوها کوچیک و بزرگ هستن، نمیخوایم کلم بیشتر از کاهو باشه. میتونم کلن توی سالاد طعم کاهو غالبه سالادی که انتخاب کردیم. بله، من اینجا لوبیا رو هم اضافه میکنم. الان این کلمش نسبت به کاهو خوبه. بعد از اون پیازش رو اضافه میکنم، نخود فرنگی و ذرت. من اینجا نمک و فلفل رو هم اضافه میکنم، نمک و فلفل و آبشن. خب من با اجازتون اینا رو اضافه کنم، یه توست رو بهش، پنیر رو از قبل برای که به ظرف نچسبه روغن زیتون زدم زیرش، رو بازم میچسبه ولی خب کمتر. روی کار پخش میکنیم و اینا هم گفتم که اگه میخوایم به عنوان غذا سرو کنیم پنیر خامه‌ای باشه. پنیر فتا چه تفاوتی میکنه با بقیه پنیرهایی که استفاده میکنیم؟ این پنیر کلن دقت کنید لطیفتره، بعد طعمش هم از نظر طعمی و اینا یه مقدار بهتره، چون بعضی از پنیرها مثل اصطلاحا میگن پنیر شهری یا بله پنیرهای دیگه، پنیر لیقوان دیدین چه شکلی هست، این اون حالت رو نداره، یه مقدار نرمتر هست و خیلی خوشتمتر هست نسبت به اون پنیرها بر این سالاد. بله. روغن زیتون رو فقط به این جهت زدین که نچسبه به ظرف، یه مقدار آره نچسبه به ظرف، ولی خب بازم چسبیده ولی خب بهتر شده. بعد من زیره رو اضافه کردم به پنیر. الان این تمام شد، میتونم روغن زیتون رو بهش اضافه کنم. البته روغن زیتون رو میذاریم موقع سرو اضافه میکنیم. حالا من اینو اضافه میکنم. خیلی متشکرم، ما خیلی زمان نداریم. بله این دیگه تمام شد. پس قبل از سرو سالاد روغن زیتون رو بهش اضافه کنم.